الو حسین. بگوشم رئیس. خیلی آروم عملیاتو شروع میکنیم. بله چشم. امیر مجوزه با خودت بیار. بله رئیس. چشم. اون اینجا نیست. رفیقش به ما کلک زده؟ بعید نیست. این لباس بالا بود رئیس. بریم بچه ها. خب از پرونده بیمارستان چه خبر سروان صبا؟ دو نفر همزمان مدعی یه بچه شدن. همسرشون با هم زایمان کردن اما یکی از بچه‌ها نارسایی تنفسی داره. البته تناقضایی وجود داره که باید بررسی بشه. به دقت پیگیری کنید، گزارش به من بدید. تو میگوفید. رئیس نتیجه تحقیق در مورد بابک سولت طرف یه گاراژ داره با 10 تا تریلی. 6 تاش مال خودشه. سرمایه‌اش بالای 3 میلیارد. سرقت حاتم از طلا فروشی. طلایی که هیچ وقت پیدا نشد. چی گفتید رئیس؟ درسته. چی درسته؟ رابطه حاتم با سولت. سولت با پولای حاتم این زندگی رو به هم زده. حالا معلوم میشه وقتی سولت از راه نرسیده بر علیه حاتم اعتراف میکنه دلیلش چی بوده؟ نگه داشتن پولای دزدی حاتم. طلاهای سرقتی. منظورم همین بود دیگه. چند سال پیشم تلفن یه ناشناس به پلیس باعث دستگیری حاتم شد. ما تمام بیاین اتاق بازجویی. در باز کن. بله. بیا جلو. دست جلو. آقای سولت که ما رو فریب میدی. دستگیرش کردیم؟ نباید میذاشتیم زنگ میزدیم. من حقیقت گفتم. قرار ما 2 ساعت یه بار بود. ساعت 4 من اینجا پیش شما بودم.
باید بهش زنگ میزدم و نتونستم. خب اونم فکر کرده اتفاقی افتاده. حالا بگو کجاست؟ نمیدونم. پولا کجاست؟ چی؟ تو شریک دزدی و رفیق غافل، خودتو به اون راه نزن؟ من پروندم پاکه پاکه. دوستی من با حاتم برمیگرده به قدیما. من تو هیچ کار خلافی نبودم. میتونی بری سابقه مو ببینی. گاراژ و تریلیا رو از کی داری؟ رئیس تو پرونده دستگیری حاتم یه اثر انگشت متعلق به یه ناشناس بوده. اثر انگشتی که از روی اسلحه شکاری به دست اومده؟ سابقه رو بررسی کردیم. اثر انگشت متعلق به بابک سولته. چطور؟ اثر انگشت قدیمی و جدید با هم یکی هن. پس احتمالا سولت همسر حاتم کشته؟ ممنون. بازی دیگه تموم شد. منظورتون چیه؟ چند سال پیش حاتم طلاهای سرقتی رو به تو میدی که براش آبش کنی، اما تو بهش خیانت میکنی. شما راجب چی دارین حرف میزنید؟ این تو بودی که به ما زنگ زدی، تو بودی که حاتم رو به دام انداختی، تو بودی که زنشو کشتی. باشه، اینا همش یه اتهامه. شما داری خودتون رو تبرئه میکنی. تنها جرم من پناه دادن به حاتمه، همینو بس. یه سر انگوش چند سال منتظر توئه. کارگری شرکت حمل و نقل، دفتردار سابقه یه شرکت، چند سال پیش یه دفعه وضعیتش خوب راه میشه. نه ثروتی، نه تجارتی، نه خانواده پولداری. یه دفعه صاحب چند تا تریلی و گاراژ میشه. چرا؟ من پاک پاکم. عجب. ببرش صرف. از موقعی رفتن سر کن خودمو برسم. باشه، دیگه کاری نداری خانم؟ باشه، خداحافظ. سلام. خب بگید. رئیس یکم عجیبه. با این همه ثبت و ضبطی که تو بیمارستان هست چطور ممکنه مشکلی پیش بیاد؟ از همون لحظه تولد اسم مادر رو دست بچه ثبت میکنن. نظرم ارزشیشو داره آدم به خاطرش هر کاری بکنن. منظورتون چیه؟ بچه رو میگم، دو نفر مدعی یکی شدن. بچه مریضه رو کسی نمیخواد. به هر حال هرچی هست بین این چند نفره. همتی و ذکاوت. اون بهیاره اشتباه نکنم داره یه چیزی رو از ما پنهان میکنه. از طریق دی ان ای قطعی میشه مشخص کرد که بچه متعلق به کدومشون و کدوم دارن دروغ میگن. فقط از طریق دی ان ای 4-5 روزی طول میکشه. درسته. حالا تکلیف اون نوزاد بیچاره چیه؟ باید یه جستجوی دیگه هم بکنیم، شاید بتونیم زودتر حلش کنیم. بفرمایید. حتما شما نمیخوای سابقه خوبتو خراب کنی. میدونم که میتونی به ما کمک کنی. اسم اون آقا چی بود؟ ذکاوت. درسته، ذکاوت. اون یه بسته اسکناس به شما داد؟ خب مردم وقتی بچه دار میشن خوشحالن شیرینی میدن. بله، مژدگانی میدن. اما اونقدر زیاد؟ خب بچه اولش بود، ذوق زده بود. ازم خواست بین همکارا تقسیم کنم. درست میگه سرکار. دیگه چی از شما خواست؟ خواست بچه‌ش رو ببینه. و شما هم پیش از موعد بهش نشون دادی. آره، بعدش هم رفت. خیلی خوب. اما چرا گفتی اون بچه مریض فرزند ذکاوته؟ اشتباه کردم. بچه‌ها لحظه تولد همه شبیه همن. سرمدان، باید من خدمتتون بگم که وقتی که بچه ها با عمل سزارین به دنیا میان، بلافاصله این دستبند تشخیص هویت دور مچشون بسته میشه و این کار احتمال خطا رو واقعا کم میکنه.
این دو نفر طبیعی زایمان کردن، ولی انگار از قلم افتادن. من واقعا خودم هم متعجبم، اصلا این کار توی این بحث سابقه نداشته. البته بهیار مقصر بوده، من اونجا فورا بهش تذکر دادم که کارشو انجام بده. ما چند نمونه برای آزمایش میخوام. بله حتما، خواهم یه سری تشریف بیدم. تماس میگیرم. جانم خانم دکتر، لطفا به سروان صبا کمک کنید که هر چه زودتر به نتیجه برسه. بله بفرمایید. میتونیم از نوزادا نمونه خون بگیریم؟ با مجوز پزشک متخصص میشه، بله. ممنون. دو نوزاد تا روشن شدن موضوع تو بیمارستان میمونن. حسین. بله. با همکاری کلانتری محل دو مأمور رو برای مراقبت تعیین کن. حتما رئیس. سروان صبا کجاست؟ نمونه ها رو برای آزمایشگاه آماده می‌کنه. هر دو طرف دعوا، همتی و ذکاوت هر چه زودتر باید بیمارستان رو ترک کنن به همراه همسرانشون. رئیس. ولی نوزاد به مادرش چه احتیاج داره؟ منم نگران همین بودم. پس حتما هر دو تا نوزاد باید شیر خوش بخورن. بله متاسفم. پیداش کردم رئیس. تشریف می‌برید. توی اتاق عمل بهش یادآوری کردم که دستبند بچه ها یادش نره، به خصوص که همزمان دنیا اومده بودن. اما از اونجایی که ازم خانم گرفتاری های زیادی تو زندگیش داره، فراموش کرد دستبند نوزادا رو ببنده. وقتی برای معاینه بچه که اشکال تنفسی داشت به اتاق نوزادا رفتم، همونجا متوجه شدم که همون بچه هم بچه کناریش دستبند ندارن. من به اونای همونجا یادآوری کردم. من توی اتاق نوزادا دستبندا رو بسته بودم، اما چون هوش و حواس درست حسابی نداشتم فکر کردم بازم یادم رفت و خودم رو سرزنش کردم، غافل از اینکه من کارم رو درست انجام دادم. وقتی دنبال ازم میرفتم تا همراه دکتر امیدوار بریم اتاق نوزادا، نزدیکای راه پله آقای ذکاوت رو دیدم. اون هول زده از پله ها میرفت پایین. ولی من زودتر دیدمش، آقای ذکاوت رو میگم. البته اون موقع برام عادی بود، اما یادم اومد وقتی که نوزادش رو سر جا گذاشتم و از اتاق اومدم بیرون، اون همون جا موند. حدود 3 تا 5 دقیقه طول کشیده تا شما به اتفاق دکتر امیدوار به بالین نوزاد رسیدید. در این فاصله ذکاوت فرصت پیدا کرده دستبندا رو برداره و پرونده های پزشکی رو جابجا کنه. حالا چه مدرکی برای اثبات این فرضیه وجود داره؟ شاید نتیجه آزمایش آره. البته آقای ذکاوت چند دقیقه پیش خانومش از بیمارستان مرخص کرد. نمونه خون هر دو زوج رو برای آزمایشگاه فرستادید؟ بله جناب سرد. خب مطمئنی دکتر؟ ببخشید، میخواستم ازتون تشکر کنم که تا الان موندید. Thank you.
شب بخیر. شب بخیر رئیس. گروه خونی بچه اوه مثبته، اما آقای ذکاوت و همسرش گروه خونیشون آوبه. پس احتمالاً بچه نمیتونه مال اونا باشه. یه نفر مدارک رو جابجا کرده. شما فکر می‌کنی همسرش خبر داره؟ فکر نمی‌کنم. ولی ما می‌دونیم اون کیه. فکر نمی کنم کسی بتونه درک کنه. بعد از این همه انتظار یه همچین اتفاقی تأثیر بدی تو روحیه همسرم گذاشته. خیلی سخته، می فهمم. ببخشید میتونم همسرتون رو ببینم؟ بله، منتها عرض کردم خدمتتون حالش اصلا خوب نیست. اگه سوالی دارین خودم جواب میدم. زیاد وقتشو نمیگیرم. یه لحظه اجازه میدین؟ خواهش میکنم. ساناز، اون خانم افسره میخواد بیا تو. تو رو خدا همه چی رو خراب نکن، خواهش میکنم. ساناز، من بچه خودم رو میخوام. سلام. سلام. بهترین؟ ببخشید کارت ریخت. نه خواهش میکنم، مهم نیست. زنان و زایمان. متوجه شدید رئیس؟ بعد از 4 سال ازدواج این اولین بچه‌شون بوده. مشکل نازاییه سرون. از کجا مطمئنید؟ من کارت یه مؤسسه رو تو دفتر تلفنشون دیدم. من اونجا رو میشناسم. بله خانم دکتر. آقای سنایی بفرمایید. اگه کسی برای کار اداری مراجعه کنه حق ویزیت باید بده؟ شما نه آقای سنایی، بفرمایید. سلام خانم دکتر. سلام آقای سنایی. حال شما چطور؟ به لطفتون خوبم. خانم چطور هستن؟ مشکلی که پیش نیومده.
نه، من به خاطر کسی دیگری اومدم. فکر میکنم بیمار شما باشه، خانم سلماز دهقان. آقای صنایعی، پزشک محرم بیمارشه. قبلا فکرشو کردم. این مجوز رسمی قاضی پرونده است. شما نظامی هستین آقای صنایعی؟ پلیس آگاهیم. خیلی خوب. فرمودین که اسم بیمار چیه؟ ساناز دهقان. بله، بیمار منه. چند سالی هستش که تحت درمانه، البته همراه با شوهرش، و مشکلم از شوهرشون بوده، آقای افشین ذکاوت. درمانهای دارویی رو یک سالی هست که داره ادامه میده و خانمش هم الان بار داره. همین روزام دیگه باید زایمان کنه. شما فکر میکنین چند درصد ممکنه بچه ناقص به دنیا بیاد؟ انشالله که ناقص به دنیا نمیاد، ولی خب به هر حال داروها ممکنه یه سری عوارض گذرا روی نوزاد داشته باشن. این مطلب رو به خودشون هم گفتین؟ بله، اتفاقی افتاده مگه؟ فکر نمی کنم مسئله پیش بیاد، اما محض احتیاط جلوی در خونه بمون. بله حتما. یه دقیقه صبر کن. حدس می زدم یه مشکل خانوادگی مجبورش کرده باشه. تو برو دنبال همسرش. بله رئیس. ساناز، ساناز، خواهش میکنم. ساناز، ساناز وایسا، برید کنار، لطفا برید کنار. به نفعت بمونی های ذکاوت، به نفعتی که با من بیایی. کجا؟ بیا. من هر کاری کردم فقط و فقط برای این بودی که بتونم زندگیمو حفظ کنم. من سانازو خیلی دوست دارم، نمیخوام از دستش بدم. چند بار راضیش کردم یه بچه از پرورشگاه بیاریم، اما هر بار موقعش میرسید باز میگفت بچه خودشو میخواد. انتظار داشتی اون بچهشو با یکی دیگه اشتباه کنه؟ یا با کاری که تو کردی راضی بشه؟ نمیدونم. چرا نمیگین بازداشتم کنن؟ من که اعتراف کردم دیگه، چرا اینجا؟ چرا بیمارستان؟ قبل از بازداشت لازم بود یه دفعه بیای اینجا. دکتر بیمارستان تماس گرفت، گفت بچت بهت احتیاج داره. اون بحران پای سر گذاشته، حالا حالش خوبه. دست شما درد نکنه خانم. دست شما هم درد شما. دست شما هم درد نکنه. خوب لای پتو بپیچونی. چشم چشم.
دسته گل. مبارکه. مبارکت باشه عزیزم. فقط یادت باشه تا یه ماه هفته یه روز بیارش برای من باشه. البته نگران نباشه، خطر رفع شده، فقط لازم که تحت نظر باشه. به سلامت. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم، خواهش میکنم. به سلامت. سلام برسون. منتظرمون نذاری ها، هر جور شده خودتو برسون. حتما. اومدن دنبالت؟ بله. آره آجی، اوناهاش تو ماشین منتظرشن. مواظب خودت باش بابا. خدافظ دخترم، خدافظ. به سلامت. خدافظ. خبر جدید رئیس. چه خبری؟ سولت اعتراف کرد. به کی؟ مجبور بودم براش کار کنم. آخه کارهای تمیز من انجام میدادم. برای همینم پاک موندم تا ردی به پلیس ندم. حاتم ازدواج کرد. گفت میخواد کنار بکشه. بعد از یه کار بزرگ. کار آخر. یه جوافروشی بزرگ رو خالی کرد. پلیس سر رسید و دستیارش هم کشته شد. میدونستم. میدونستم دیر یا زود نوبت منم میشه. چرا تو؟ مگه کارهای تمیز تو انجام نمیدادی؟ ازم خواست همه رو نقد کنم. دو گونی طلا و جواهر. آدمش هم داشتم. ولی وقتی که چشم به دلار افتاد وسوسه شدم. هزار جور نقشه اومد تو کلم. فرار اولیش بود. ولی کجا میتونستم فرار کنم که اون پیدام نکنه؟ هرچی فکر میکردم یه چیزی میرسیدم. باید قبل از اینکه منو بکشه بکشمش. تو چه نقشه‌ای کشیدی که موفق به اجراش نشدی؟ برای تحویل دلارا و پاس جعلی باید باش قرار میذاشتم. نقشم رو کشیدم و منتظر تماس آتم بودم. اونم سر وقت تماس گرفت. یه جای پرت باش قرار میذاشتم. اول محل قرار رو به پلیس لو دادم. بعدم اسلحه رو برداشتم و افتادم. فکر کردی اینطوری هم پلیس رو به صحنه میکشونی هم حاتم رو گمراه میکنی؟ با یه تیر دونشون. پیش خودت هم گفتی تو این درگیری حتما حاتم کشته میشه. نه؟ ادامه بده. اصلا رو برداشتم که بتونم در صورت لزوم اقدام کنم. خودمو به سبززار رسوندم.
چه جای عجیبی با دوستت قرار گذاشتی. چقدر خالی، چقدر خلوت. دور از چشم همه. میترسی؟ با تو که اصلا نه. پس کوش نیومد؟ میاد، با دست پرم میاد. وقت ما از اینجا دور میشیم. اگه نیومد، اگه قالمون گذاشت؟ جرأتشو نداره. میکشیش؟ شک نداشته باش که میکشمش. مگه تو نگفتی همه چی تموم شد؟ مگه نگفتی دیگه میخوای زندگی کنی با من؟ حالا میگم اگه کسی بخواد خانوادم رو تهدید کنه حتما میکشمش. من میخوام زندگی کنم با تو، با بچم، بی درد سر، بی سر خر. کجا؟ میخوام پیاده شم، یکم قدم بزنم. یکم صبر کن، صبر کن، الان صلحت میاد، میاد الان. آخه شیطونک امانم رو بریده، نفسم بالا نمیاد. صبر کن عزیزم، صبر کن. دلم شور میزنه حاتم. شور؟ چرا؟ به دلت بد نیا. اگه نیومد، اگه کلک زد، اون وقت چی؟ تو قول دادی حاتم. اون میاد، حتما میاد، با دست پرم میاد. اون وقت ما گازشو میگیریم سمت بازرگان. بجو، بجو بریم تو ماشین. راه فرار نداری حاتم؟ من نمیخوام کسی صدامو ببینه. دستاتو بذار رو سرت، آروم از پشت ماشین ببیرون. مقاومت بیفایده است. شلیک نکن حاتم. من نمیخوام کسی صدامو ببینه. تو تسلیم کن، من سعی میکنم کمکت کنم. به اطرافت نگاه کن، مردان مسلح دور تا دورت کمین کردن. هیچ راه فراری نداری، مقاومتت بیهوده است. عاقل باش، دستاتو بذار رو سرت، از پشت ماشین بیا بیرون. آدم بچه
Хорошо. Çıkar geldi. Şişo. دیگه تموم شد حاتم. فرار از دست قانون تموم شد. تو زنمو کشتی سرمان سنایی، بچه‌مو کشتی. بی ربط نگو. منتظرم باش سنایی، همیشه منتظرم باش. کاش میذاشتی بچه متولد بشه بعد بریم. اینجا در خطریم جانکم، باید بریم. من به مادرم محتاجم، باید راه و رسم بچه داری ازش یاد بگیرم. مگه من مردم خودم یادت میدم، خودم کمکت میکنم. تو برو تا آبا از آسیا بیافته. من همیشه منتظرت، من همیشه منتظرت. گندمزارو بگردید. یه وقتش سرگرد سنایی. Thank you.
آزاده رو میرسونم، یه سلام به مامان میزنم. مامانتونو بیارید اینجا، نهار دور هم باشید. شما که میدونید، اونجایی نمیره. اینجام خونه دخترشونه. با اجازتون، خدافظ. خدافظ بابا، خدافظ مامان. خدا نگهدار. به سلامت. خدافظ. کی وقتش میشه راضیه؟ یه سه ماهی مونده. نگرانی؟ نه، برای چی نگران باشم؟ آخه یه جوری هستی احمد. آخه امروز داوود بازنشسته میشه. سردار میخواد براش جشن خداحافظی بگیره، منم باید سخنرانی کنم. اومدی امیر؟ چند دقیقه دیگه میام. ما بیرون منتظرتون. باشه، تو 20 روز دیگه دنده رو جگر بذار، من برای همیشه میام کازرون پیشه. بله، چند دقیقه دیگه میام. باشه عزیزم، باشه. با تو نبودم ها. خیلی خوب، خداحافظ. اگه تو خودت نباشت که بوا دست به دلم نزار حسین. خوش به احوالات داده دیگه بوا، از همین فردا صبح کل وقتت میشه مال خودت، آقای خودتی، نوکر خودتی، از کله صبح تا الهی شب هم میشینی کنار عیال. حالا نخن کی بخن، اخماتو واکن. روزی که شما اومدید پایگاه دلتنگ اون دوتا بودم که برای ماموریت رفته بودن جنوب، اما حالا که نوبت خودم شده دلتنگ شما. حالا قربونه این دل کوچیکت برم، جگرم خون نکن دیگه. یادت نیست؟ خودت همیشه میگفتی کلی ها کار عقب افتاده دارم که اگه بازنشسته بشم حتما میرم به اینا میرسم. همیشه فکر میکردم وقتی بازنشسته بشم کلی کار عقب افتاده دارم که باید انجام بدم. آها، اما حالا میبینم هیچ کاری جز کار اداره نمونده برم. حتما رئیس دوباره دعوت به کارتون میکنه. نوبت من دیگه تموم شده، حالا دیگه نوبت شما جوونه هست. به چی زور زدی تو؟ اون آقای مشکوک به نظر نمیاد؟ کدوم؟ همون که داره بنده کفشو میبنده. چرا باید مشکوک باشه؟ آخه این بار سومه که داره بنده کفشو میبنده.
احمد آقا. کجا را افتادی خانم؟ برم تا سر کوچه فروشگاه خرید کنم. شما برو استراحت کن، من میخورم. نه دیگه، یه هوایی هم میخورم، دلم پوستی تو خونه. باشه. زندانی فراریه، با احتیاط باید خل سلاحش کن. صبح بخیر سرگرد سنایی. بله آتم. آره آتم، آتم. منتظرت بودم. اصلاحات غلاف کن بتونیم با هم حرف بزنیم. غلاف کنم که تا اصلاحات بکشی؟ تا وقتی اونو جلو من گرفتی چجوری میتونیم با هم صحبت کنیم؟ ولی من برای حرف زدن نیومدم. اومدم زن باردارتو خلاص کنم. برای کنار. اجازه بده، اجازه بده. اولا داری اشتباه میکنی، بعدش هم مگه تو کی هستی؟ تو کی هستی که به خودت حق میدی امنیت رو به هم بزنی؟ به قیمت غارت دیگرون بخوای برای خود زندگی بهتری درست کنی؟ تو کی هستی؟ تازه داشتم به زندگیم سر سامون میدادم، میخواستم با زنم یه زندگی آروم رو شروع کنم، اما تو مثل عجل معلق پیدا شد، کشتی زنم رو، کشتی بچه رو، کشتی. برو کنار. اصلحت رو غلاف کن آدم. برو خلاف بود. برو برو بود جان حسین، بود مرکز سریع آمبولانس به آدرس من بفرستید. سنایی هستم، سرگرد سنایی. اینجا چه خبره؟ حوصله کنید میفهمید. بازی جدیدتونه؟ گفتم حوصله داشته باشیم. میخوام یه بار دیگه صحنه درگیری چند سال قبل برام تعریف کنی. بازم؟ با جزئیات. این مسخره بازی ها چیه؟ گوش کنید آقا، برای چی میخواستی آتمو بکشی؟ چون اگه من نمیکشتمش اون منو میکش. اون منو با چاقو تهدید کرد، نه من، بلکه همه بچه ها همیشه نگران جونشون بودن. درسش خوب از بر کرده. نقشه بشم کرده بودم، پولا و مدارک و پشت سبززار گذاشته بودم تو ماشینم که اگه پلیس نیومد بکشمش اونجا. پشت سبززار یه دره است، اگه کسی با محیط آشنایی نداشته باشه حتما سقوط میکنه.
ولی با تلفنی که تو کرده بودی پلیس سر رسید. اما چرا زنشو کشتی؟ من نمیخواستم زنشو بکشم. من حاتمو نشونه گرفته بودم. ناغافل زنش بلند شد و تیر خورد تو شکمش. خب رفیقای نیمه راه چه خبر احوال؟ من که به سفارش خودتون به مرکز اطلاعات جنایی منتقل شدم، وگرنه هیچ وقت دلم نمیخواست شما این اداره رو ترک کنم. ممنون رئیس. هر وقت تشریف آوردین کازرون من از دلم دست به سینه در خدمتتون. با حسین قرار گذاشتیم ما یه بار بیایم تهران بهتون سر بزنیم. البته من خودم هفته آینده با مادر و خواهرم خدمتتون میرسیم. به سلامتی. پس حسین آقا درست میگفتن. حالا این دختر خوشبخت کی هست صدفان؟ امیر خان قراره باجناق رئیس بشه. ای جان مبارکت باشه. مبارکه. بفرمایید دهنتون رو شیرین کنید. قربان، چهار نفر کارگاه از طرف سردار قاسمی تشریف آوردن. بگو منتظر باشم فعلا. خیلی متشکرم. من دوتا میخورم. ممنون. یاد داوود بخیر.